سلام، وقتتون به خیر باشه. من محمد کریمی هستم، با یک آموزش جدید در خدمتون هستم. بعد از مدت ها توی این ویدیو میخوایم حل مثال مکعب روبیک 3 درصد رو داشته باشیم. خب آقای کریمی، بُعد آموزشی حل مثال چی هستش؟ ببین بچه ها، دو تا نکته بعد از یاد گرفتن فرمول ها خیلی روی تمرین و روند یادگیری شما تاثیر داره. نکته اول دیدن بازسازی حل قهرمان های دنیاه. نکته دوم بازسازی حل یا همون حل مثال کردن هستش. حالا دلیل این قضیه چیه؟ شما توی حل مثال و بازسازی حل حالتهای مختلفی رو چه از مدرسین چه از قهرمانهای مختلف میبینید و متوجه میشین که حالا قهرمانهای دنیا، حالا کیوبرهای حرفه‌ای توی موقعیت‌های مختلف و شرایط مختلف چه الگوریتمی میزنن، چه کاری رو انجام میدن، چه نوع تصمیمی رو میگیرن. مثلا حل مثالایی که خیلی جذابه واسه مثلا فیلیکس، مکس فارک، تایمو، ماتی که تو کانال یوتیوبمون خیلی گذاشتیم ازشون، مثلا میگم بعضی موقع دیدیم کارهای عجیب غریب میکنن، حتی مثلا یه پیر کامل ممکنه باش داشته باشن، اما مثلا یه کار دیگه ای بکنن که حالا ما در حالت عادی معمولا اون پیره رو حل میکنیم. پس حل مثال دیدن و بازسازی حل دیدن خیلی مهمه بچه‌ها، و بعد از اینکه شما یه سری فرمول یاد میگیرین حتما باید هم بازسازی حل ببینین هم حل مثال. قبل اینکه بریم سراغ توضیحات بیشتر، لطفا به این داخل یوتیوب فارسی سرچ کنید، محمد کریمی روبیک، دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید، کانال رو فالو کنید، دنبال کنید. ما بیش از 250 تا ویدیو تو یوتیوب داریم، مثلا یک روز زمین داریم ویدیو میذاریم و تولید محتوا میکنیم. قطعا این سابسکرایب کردن شاید چند ثانیه از شما وقت بگیره، اما حمایت از ما و باعث انگیزه ما میشه. توی این کانال هر چیزی که شما در مورد روبیک بخواین هست، مسابقات روبیک هستش، ویدیوهای جذاب روبیکی هست، آموزش هست، بیش از 30 مدل روبیک آموزش شدیم، آموزش حرفه‌ای خود روبیک و انواع روبیک ها هم هستش، و هر چیزی که شما از دنیای روبیک بخواین توی این کانال هست. و جرئت میتونم بگم مرجع ترین و جامع ترین کانال روبیکی به زبان فارسی هستش. بریم سراغ آموزش. فقط قبلش بگم بچه‌ها، این آموزش خیلی با دقت براتون حل مثال ها رو انجام دادم، پس لطفاً تا آخر ویدیو همراه ما باشین و قطعاً براتون احتمالاً بُعد آموزشی داره و نکات مثبتی داره که میتونه شما رو کمک کنه. حالا قبل اینکه بریم، یادتون رو بچه ها حتماً برید تو ویدیو قبلیمون تو کانال یوتیوبمون بازسازی حل قهرمان ها رو بزنید، مثلا بازسازی حل 3 و 63 مکس پارک، حلای تایمون، ما همینا رو براتون بازسازیش گذاشتیم. این بازسازی دیدن ها باعث میشه که شما حلتون بهتر بشه و تصمیم گیریتون در مواقع مختلف مثل قهرمان های دنیا شد. حتما با ما همراه باشین. تو این ویدیو هم 5 تا اسکرمبل قرار بزنیم و همه حل مثالمون شروعش از رنگ سفیده و نمیخوام از رنگ های دیگه حل کنیم که حالا بعضی از بچه‌ها فقط چون از سفید بلدن یا حتی از زرد رنگ یاد نیستن، فقط قرار از سفید حل بکنیم. پس با ما همراه باشین. قراره که این تو شرایط مختلف و سخت و آسون به صورت رندوم کراس رو چجوری بزنیم، چجوری F2L ها رو نگه داریم و چجوری تصمیم بگیریم. بریم که در ادامه با ما همراه باشیم. خب بریم برای حل مثالامون. حل مثال برای اینکه شما برایتون تفهیم بشه از رنگ سفید فقط میرم که بار آموزش براتون بیشتر باشه. اسکرمبلا رو سمت راست هم توی موبایل میبینیم، رندوم میزنیم و با هم اینسپکشن میکنیم، توضیح میدم و بهتون یادتون که چجوری حالا تصمیمات رو بگیرین و حل کنین. اسکرمبلا اول این سبز رو به رو بگیرین، سفید رو بالا بگیرین، F U پریم، L 2 U پریم، R B پریم، F U پریم، L F پریم، R U 2، F 2 U 2، L پریم، F 2 D، F B پریم، R 2 B D، F U 2 D. میگم که اسکرمبل بود، میذاریم اسکرمبل رو کنار. خب نگاه میکنم میگم که خب خدا رو شکر این که سر جاشه، این هم که سر جاشه، میمونه فقط این دوتا. این دوتا رو ببینم که چجوری حلش بکنم بهتره. من حالا خودم توی این اسکرمبل یه دونه آر پریم اف پریم میزنم. چرا این آر پریم اف پریم میزنم؟ چون اگه آر پریم اف پریم بزنم این مهره کورنر آسفید آبی قرمز میفته این گوشه و ثابت میمونه و فقط بعدم باید این اجر رو حل کنم. آر پریم اف پریم که بزنم مجبورم یه دونه دی بدم، دوباره یه آر پریم بدم، یه دی بدم، یه آر بدم که همه اینا قرینه بشن رو رنگ خودشون، حالا دی تو بدم. حالا که دی تو دادم این دوتا اینجان کورنره که نگه داشتم اینم اجاست. برای اینکه این دوتا رو با هم تو موقعیت خوب قرار دادم نمیام اینو بندازم بیرون،
میگم خب این کورنر اینجا چون دو رنگش موافقه یه دونه آر پریم اف آر اف پریم میزنم تو حالت دو رنگ مخالف قرار گرفته دوران یو پریم آر پریم یو پریم آر. این از این. میریم حالت بعدی این کورنر سفید سبز قرمز، اینم اج سفید سبز و قرمز، یه دونه یو تو میزنم آر یو پریم آر پریم، همینجا پیرش میکنم ال یو تو ال پریم. خب چرا این کارو کردم که دوران کمتری دارم یه پیرم سریع حل کنم، یه دوران کم بچه مهمه. حالا این دوتا رو میخوام حل کنم، این دوتا یا این دوتا رو میتونم، این دوتا رو بدون دوران تره، یه اف فیلم یو پریم اف میزنم این میفته بیرون یو پریم آر یو آر پریم. حالا میمونه این دوتا، یه دونه دی دبلیو میزنم این میاد جلوم یو پریم آر یو آر پریم، اینا پیر شده. دوباره یه دونه یو پریم اف پریم ال پریم یو پریم ال اف، یه زد بی اف تو بزنم که پلاسم هم ساخته بشه. باش بچه خانت های زد بی اف تو رو قبلا تو کانال یوتیوب درس دادم، اگه ندیدین اونا رو ببینین. حالا میام اینجا یه دونه یو پریم میزنم یه اولل و میریم یه دونه یو پریم. دقت کنید نمیام رو بیکن این وری کنم پیرلو بزنم، نه دوران نمیدید، با یه دونه یو پریم مهره رو میارین جلو کیستون رو پی ال ال رو میزنید و حالا اگه یو پریم داشت آخرش اجرا میکنید. این حالت اول. بریم بعدی یو پریم دی اف پریم آر پریم دی تو بی تو دی آر تو بی تو دی پریم بی پریم دی آر ال تو یو دی تو ال پریم بی دی تو اف پریم آر تو اف تو دی اف ال تو. اسکرامبل هم که اینجاست، پس اسکرامبل رو با من بزنین و با من تمرین کنین چون اینجوری براتون بهتره و بیشتر یاد میگیرین. خب یک کراس فکر کنم سخت، یک کراس سخت داریم. ببینیم که حتما میخوام از رنگ سفید حلش کنیم که حالا بچه ها بیشتر یاد بگیرن ازش. خب ببینیم که چیکارش کنیم که بهتر باشه. میتونیم از این ور حل کنیم، این که موقعتش نرماله، میتونیم از این ور حلش بکنیم یا میتونیم نه از همین ور حلش کنیم. خب من اگه بخوام اینو حلش بکنم یه دونه دی پریم میدم یه دونه یو آر اف آر یو تو که این بیاد روی این قرار بگیره آر بی پریم ال تو. این از این، این تا اینجا. حالا میرم پیر اول اف توالم، اینو دارم و اینو دارم، این دو هم جدا میکنم و حلشون میکنم ال یو تو ال پریم یو پریم اف پریم یو پریم اف. حالا اینو اینو دارم، دوران نمیدم، یعنی دی دبلیو پریم بدم این خودش میاد روش. حالا اینو حل میکنم، حالا این دوتا رو دارم، یه دونه دی دبلیو پریم میدم دیگه دوران نمیدم، هم دوران بدم هم یو پریم، نه یه دونه دی دبلیو پریم میدم آر یو پریم آر پریم یو آر پریم یو پریم آر یو. خب اینجا هم میتونم یه دوران اینوری بدم، این دوتا رو با هم حل کنم آر پریم یو تو آر یو آر پریم یو پریم آر. اولل هم که اسکیپ شد و میرم برای پی ال ال زد پر. بریم از کامل بعدی بی آر تو یو دی پریم بی پریم آر تو دی پریم یو ال پریم بی تو یو تو اف پریم بی آر تو ال تو بی پریم دی تو اف تو دی آر پریم ال پریم بی پریم آر تو دی پریم بی. اسکرامبلش هم ببینید بچه. خب بریم حل قبلی که سخت بود کراسش، این حل خیلی با زرد خوبه ولی ایک سراس هم داره، ولی با سفید میریم که حالا بچه ها راحت تر یاد بگیرن. خب من اینجا رو بکنم اینوری میگرم، این سفید جلو میگرم یه دونه دی میزنم که این بیاد اینجا یه ال پریم، حالا میام بالا یه آر پریم اف، این دوتا رو به روی همه یه یو ال تو بدم این ستا میره در موقعت خوب یه دی پریم. حالا اینجا قبل از این که حالا بخوام آخری رو حل بکنم یه یو اف میزنم که این دوتا از هم جدا بشن آر پریم یو آر تو یو آر پریم. این از این. بعدی این دوتا دست چپ حلشون میکنم یو ال پریم یو ال یو پریم ال پریم یو پریم ال، میام این ور یه دوران این دوتا رو با هم حل میکنم. حالا اینو میارم جلوی خودم اف یو آر یو پریم آر پریم اف پریم یو پریم، اینجا یه سی او ال میزنم، عوض میخوام یه زد بی اف تو ال میزنم پلاس درست شد، میرم برای سی او ال دو رنگ دو رنگ و برای پی ال ال هم نمیرون رنگ خودش، همونجا پی ال ال رو میزنیم بعدا حالا یو یو پریم میدیم. بریم اسکرامبل بعدی، اسکرامبل خوبی بودش آر اف پریم یو پریم
R prime U L D L prime R to U to R F to L prime F prime B D to B prime D B to R prime L prime U prime R prime F B to. بازم زرد خوبی داره. زردش چقدر خوبه امروز. خب سفیدش هم خوبه، بدک نیست. ببینیم چی کار کنیمش سفید رو. خب پیر سبز و قرمز هم حفظ میکنیم. چرا؟ یه دونه دی میخواد، یه آر پریم ال پریم اف تو. یه دی که میدم، آر پریم ال پریم که میدم، این افتاده اینجا، این افتاده اینجا. یه اف تو میدم، حالا شروع میکنم دوتا رو حل کردن. یه یو تو اینو از پشت میخوام بندازم اونجا، حلش کردم. میریم بعدی سبز و نارنجی، این دوتا، یه یو پریم اف یو پریم اف پریم. حالا این دوتا رو پیر میکنم، یو پریم آر یو پریم آر پریم یو پیر شد. یه دی دبلیو پریم که بیاد جلو، یو پریم آر یو پریم آر پریم. یه دوران این دوتا رو میخوام حل کنم. حالا میرم برای زد بی اف تو ال، یو آر بی یو پریم بی پریم آر پریم. میریم برای او ال ال سان و پی ال ال وای و حل آخر R to F prim U B to U B R prim F prim B prim R prim L prim D to R F prim U F to L prim D to F prim B to D to L B R prim D to. این هم اسکرمبلشه بچه ها، اگه خواستین بزنین دیگه. خب دوباره بازم زردش خوب، زردش خیلی خوب، ولی خب قرار سفید بریم. ببینیم که چی کارش کنیم. خب یه ال پریم، نه در واقع یه دونه ال تو یو ال اف پریم، اینا اومد اینجا. یه دی ال میدم که اینا سه تاشون قرینه بشن، دی تو اف تو که راست ساخته شد. حالا این دو تا رو میخوام حل کنم، این دو تا رو میتونم، حالا من اینو اول حل میکنم. یو پریم ال یو پریم ال پریم، این حل شد. دومی اینه، از اینجا پشت میخوام بندازم اینو. چجوری میندازم؟ یه ام از میخوام، یه آر پریم یه ال یو تو آر ال پریم، اینم پیر شد. برای اینکه بالا همه نقطه است، نمیدونم ال پریم یو ال بدم چون کارم برای اولل سخت میشه. یه دونه یو میدم، ال اف پریم ال پریم اف میدم که حالا همچین شکلی هم پیش بیاد. میریم برای اول، میریم برای پیر آخر، راحت حلش میکنیم اول ال و این ورم که پی ال ال دوباره وای. پنج تا حل رو با هم رفتیم، بررسی کردیم، امیدوارم براتون مفید بوده باشه، لذت برده باشین. بچه حل مثال باز هم تاکید میکنم خیلی مهمه، چه حل مثال چه بازسازی حلایی که از قهرمان ها میذارم، اینها باعث میشه شما ببینید که خب بقیه چجوری تصمیم میگیرن، قهرمان ها چجوری حل میکنن، چجوری تصمیم میگیرن و روی حلتون تاثیرگذار. یعنی مثلا میگم یه بخشی از ویدیوهای آموزشی محسوب میشه. امیدوارم لذت برده باشین. سوالی بود بفرمایید تو کامنت ها. اگه از این سبک ویدیو دوست داشتین بگین که بازم براتون بسازم. ارادت، موفق باشین، خدا نگهدار.